به من نمیدن، مطمئنم به من نمیدن. باورم نمیشه. توی این ویدیو قراره یک روز به جای ارلینگ هالند زندگی کنیم. پس زیر نظر گواردیولا همه تمرین‌ها و تاکتیکایی که ازمون میخواد باید توی ترنینگ انجام بدیم و توی مسابقات هم هر انتظاری که ازمون داره باید مثل ارلینگ هالند انجام بدیم تا تیم رو به قهرمانی برسونیم. و در آخر میبینیم که میتونیم مثل ارلینگ هالند بیشتر از 36 تا گل بزنیم توی یک فصل یا نه. پس از لیگ جدید من سیتی و وراچی ارلینگ هالند رو انتخاب کردیم و وارد کریرش شدیم. بابا خاک تو سر تیم بازیکنش رو اینجوری به مطبی دادی. الان یه ذره ازش ناراضی بشه کلا تو ترکیب فیکس نمیذارتش. اه قبل بازی اول باید یه سری تمریناتی رو انجام دادیم که گواردیولا ازمون خواسته بود تا توی بازی رامون بده. این چی آخه؟ چه تمرینی آقا؟ بیا من خودم اینا دریبلش میکنم زرتی گل رو میزنم. بیا بار کن، بیا بار کن. بده اینجا، بده این بر، بده این بر. گمش. بابا یه تمرین دیگه بده. این تمرین چی آخه؟ به فوروارد میدی؟ فوروارد چابکی نمیخواد که. فوروارد فقط فینیشینگ میخواد. سر شوت. بابا من فورواردم، چرا داری بهم تمرینای دفاع میدی؟ البته هر چی آقا گواردیولا بگه ما باید بگیم چش انجام بدیم. چش بفرما گرفتم تو بازش. اینجا اینو بگیر، اینجا اینو بگیر. بابا اینو بگیر، اینو بگیر، اینو بگیرش. اوری کلا. بابا هالند باید اون جلو باشه هد بزنه. چرا از من میخوای سانت کنم؟ عجب خنگی ها. بابا این چه تمرینای گواردیولا داره به اینا میده؟ من نمیفهمم خدا وکیلی. بسان. بزن، در بزن، توی دروازه. الان اینجا میگه دایره رو بگی درسته؟ خب بیا من دایره رو گرفتم. اینا نمیزنن که. بابا آقا، بابا بیا من مثلا اینو بزن. جون توی دروازه. اما انتظار گواردیولا از هالند بیشتر بود. پس باید کاشته هم تمرین میکرد. بابا کاشته آخه هالند مهاجم کاشته واسه چی بزنه؟ الان این گل میشه. خدا این بعد گل بشه دیگه. دیدیم که حالا توی تمرینات اول خیلی خوب نبود ولی گواردیولا ازش راضی شد. پس به بازی رئال سوسییداد رسید و در ترکیب اصلی قرار گرفت. گواردیولا در بازی اول انتظار 7.5 امتیاز و 3 شوت در چارچوب از ارلینگ هالند داشت. پس باید به خوبی این کارو انجام میداد. آهان، حالا ارلینگ هالند بازی رو شروع میکنه. بابا لباسهای اونا رو یه چیز دیگه میگرفتین. خب عجب آدمایی انا. الان به من نده، الان به من نده. اولاغو نگاه کن، میگم به من نده. برو کنار، برو کنار شوت. حالا من میخوام ببینم که من واقعا خوب بازی میکنم یا هالند. ارسال کن. بزن هدو، هدو بزن، هدو بزن توی دروازه است. برو گمشا، برو گمشا، شوت تو بزن، شوت تو بزن. فوش. بزن بزن، ارسال کن. خیلی بد ارسال کردی ولی من گرفتمش. حرکت ارلینگ هالند، شوت به تیر این مر و توی دروازه گفتم. نمره 10 فقط با 2 تا گل. ببین ورلد کلاس داره، لژندری داره و آلتیمیت. من این بازی میبرم میذارم رو آلتیمیت. تو رو خدا نشون بده بهشون. ببینید دوستان، همیشه شما اگه فوتسال بازی کرده باشی توی فوتبال شما راحتی، مثل ارلینگ هالند، مثل من. اون جلو وای میسی، اینا دفاع میکنن، تو بدن بهت میرسه. ولی فوتسال اینجوری نیست. باید بودوی، فورواردی، دفاعی، هافک باید بودوی. خدا رو شکر میکنم که یک مدال طلای فوتسال به عنوان دفاع و مهاجم دارم. جان جان ارلینگ هالند از گوشه داره حرکت میکنه. این بازیکن توپ لو ندیم، توپ لو ندیم. برو بریم، برو بریم، برو بریم، برو بریم، برو بریم، برو بریم. نه استومش کن، ببریم همون ور، ببریم جلو. برو. نه مثلا اینکه پرس شدید من اینجا بکنم واجی توپ رو بگیرم. بیاین جلو قمشی. بابا بیاین کمک کنی، من دارم پرس شدید انجام میدم روی اونا. بازی تمام شد و ارلینگ هالند با 2 گلی که میزنه بهترین بازیکن زمین میشه. یک بازی انجام دادم، نمره 10 گرفتم، مثبت 15. پر شده رضایت گواردیولا، تمام میکنه کارو. بازی بعدی با آرسنال بود، سر کاپ خیریه. پس هر کی برنده میشد کاپو میبرد. اما از اونجایی که گواردیولا یکم از هالند ناراضی شده بود، رفتیم واسه تمرین. این دفعه گواردیولا بهمون تمرینای سنگین و جدیدتری داده بود تا بتونیم علاوه بر اینکه پا به توپمون رو خوب میکنیم، فینیشینگمون هم قوی کنیم. پس گواردیولا از هالند راضی شد و برای این بازی توی ترکیب فیکس بود. توی این بازی انتظار گواردیولا از هالند بیشتر بود. نمره 8.5 و 4 شد در چارچوب. حالا بازی شروع میشه. گم شو، گم شو، چه شوتی؟ آقا ما رفتیم و تیم مدرسه فوتبال تو شهر و اون تورنمنت رو کلا قهرمان شدیم. این به کنار، بزن اون بر. آی. بعد از اینکه اون تورنمنت رو قهرمان شدیم، یکی از تیما که باخته بود سرمربیشون، یعنی تیم اصلی داشت، یعنی تیم مدرسه نبود، اون آجی اون مثلا من عجیب بود اصلا. تو مدرسه بودیم داشتیم درسمون رو میخوندیم، بعد یه دفعه درو زدن گفتن که آقا با شما کار دارم. بعد من رفتم دیدم یارو سرمربی اومده پشت در، بعد داره من میگه که آقا بیا تو تیم ما بازی کن، فلان ساعت بیا تو تیم ما چیز شو. رفتیم یه چند تا بازی هم کردیم، دیدم که نه تیمش خیلی ردیف نیست، دیگه نرفتم. بزن بریم. برو گم شو بابا، پسر جان بیا برو کنار. بابا تو یکی هستی بابا، گل بخور. نه وایسا 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 وایسا، بده بریم، بده بریم، بده بریم، بده بریم. برو برو هالند، برو هالند، برو هالند، هالند نگرش دار. بریم بریم بریم، گازشو بگیر. بیان کمک، بیان کمک، به شوتش. نه
اوه شیت نه گل خوردیم بابا، چرا از من نمره کم میکنی؟ گل خوردیم. خب ما باید مثل اینکه حتما یکی از این بازیکنایی که زیر پاشون قرمز میزنه رو سلکت بکنیم، وگرنه بهمون نمره منفی میده. آره اینو نمیدونم واقعا، اینو تو اف سی 24 اصلا نمیدونم. نده الان نده حالا بده بابا، دیر دارین میدین پاس رو، ارسالش کن. برو بزن، شوت کن تو رو خدا، شوت کن بزنم. نه بابا خرابش چرا داری میکنی گاف؟ متاسفانه کاپ رو از دست دادیم و ایلینگ هالند نتونست گلی به ثمر برسونه. بازی بعدی سوپر کاپ بود، نه بعد دیگه این کاپ رو از دست میدادیم، یعنی بازی با سویا. اما قبلش آقا یه سری اکتیویتی ما باید بخریم که ایلینگ هالند مثل اینکه بازیش بهتر بشه. مثلا اینا رو ما میگم بگیریم، مثلا 2 میلیون خورده ای ما الان پول داریم، اینا رو بگیریم که اکتیویتی هالند بره بالا. یا واسط استاجی واسط خونه استخدار میگیرن، فقط راضی شو دیگه، راضی هستی بریم میگم 1 میلیون واسه خودت نگردن. از اونجایی که این بار گواردیولا ازمون راضی بود، پس تمرین نکردیم و یه راست رفتیم توی بازی. این بازی هر جوری که شده بعد ببریم سویا رو و اولین کام رو برمقام میاریم با ایرلینگ هالند. دوست عزیز ناکن من برسالش کن برم. بابا درست پاس بده، یه ریدم خر پدر. برو کنار ببینم. یه برو کنار بچه جون، بیا برو. ای وای نخوری. بد پرس کردم، من اصلا نمیتونم خیلی خوب تکون بخورم. بده برم هوایی. وای بگیرش بریم. به من نده الان به من نده. و چه گاوی هستی دارم میگم الان به من نده. بدون آفساید خدایی، بدون آفساید. نه بابا اونا اصلا عقب نمیان، من بدبخت فقط اونجوری وایسادم. منو تعویض کرد. نه باختی، خاک تو سرت کنم، باختی. باید بیشتر تمرین کنم. به خاطر گل زدن ایلینگ هالند ازش کاملا ناراضی شد و منفی 15 گرفتیم. اولین بازی لیگ داشت شروع میشد اما هالند با تمرین میکرد تا بتونه گل زنیشو شروع کنه. هالند همچون مردان آهنین تمرینات سخت و شبانه روزی خودش انجام داد تا دوباره خودش رو به گواردیولا ثابت کنه. بازی شروع میشه و هالند دیگه باید پاش به گل زنی باز بشه. وای برو کنار بزن شوت رو. هالند کجا زدی آجی؟ کجا دادی پاس رو اصلا؟ گرفتمش. اونم دریبل. خب ریدیم دوستم اون دریبلم. بابا خب شما پاس بعد بدین من گل بزنم، نمیدین که پاس رو. بده برم. بلند. بگیرش. بگی برو رولش کن. بزن شوت رو. توی دروازه پاس ایلینگ هالند. نمره 84. خب تا اینجا کار ایلینگ هالند قصه ما یک پاس گل داد و مربی ازش راضی و 8.5 بهش داده ولی گفته 84 رو داده ولی گفته بعد 8.5 بگیری. بزن بکش. بلند بکش. هالند. نه. بزن هالند. نه. ناکن بکش. حالا بکش. حالا بهترین موقع کشیدن ها. دیدی بابا بعد کشیدی. بعد میدی پشت اون. پاس نده به من. خب اولا وایسا بذار من برم خبرم. یه برو حرکت کن دوست عزیز حرکت. شوت هالند. من سیتی بازی رو با پاس گل ایرلینگ هالند میبره. اما از اونجایی که هالند با گواردیولا لج کرده بود برای بازی با نیوکاسل تمرین نکرد. گواردیولا انتظار 5 شوت در چارچوب و نمره 8.5 از هالند داشت. فقط نمیدونم چرا چپ نگاش میکرد. این باید بیایم جلو حاجی، بعد اینجوری فرار کنیم بریم. آها بزن استوبش کن. نه لازم از این زاویه بازی بکنم. الان بهت نشون میدم، به خدا شاهده الان نشون میدم کد تنکیه. بده من بسان دیگه بابا، بی پدر من به تو پاس گل دادم. بده من هالند. شوت هالند بیرونه. آقای هالند شما همینجا وایس بسن، به ما چه ربطی داره؟ به درک گل خوردن. افتخارات فردی مهمتر از افتخارات گروهیه. آقا من نمیدونم دفاع چه ربطی من داره. آخ آجی درست پاس نمیدم، به خدا اینا درست پاس نمیدم، اگر من گلو میزنم. وقتی یک آدم کودن به اسم گواردیولا باشه سرمربی تیم همین میشه دیگه، از این بیشتر نظر راحتشون نمیره. بزن شوت رو. وای من تعویض کردم. ایول من تعویض کردم، ریدم به قبر پدرت. بازی هم یکیش باختی. بله از من کاملا ناراضی شدی و دیگه تو ترکیب اصلی فیکس نمیذاری. بازی بعدی 6-0 میبازی گواردیولا. بشین نگاه کن، درست حالت به گواردیولا لج کرده بود اما تمریناشو ول نکرد تا دوباره بتونه خودش توی ترکیب اصلی جا کنه. اصلی 13 شده بود و بازی بعدی با شیفیلد یونایتد بود که یک امتیاز داشت. نمیخوام اصلا ببینم چی ازم خواستی، فهمیدی؟ نمیخوام اصلا ببینم. بذار بهت نشون میدم الان. نو بگیرم. الان نو بهت نشون میدم. من تو دقیقه 70 گل زدم، به خدا گل به خودی میزنم. بدون شوخی دارم میگم. برو گازشو بگی دارم میام. استارت حال کن حاجی، استارت و سرعت. وایسا نگرش دار. الان به من سان کردی. بابا داره میزنه منو در قدم بگیر. بده من. برو کنار. گم شو کنار. بابا داره میزنه منو دیگه. بده پاسه رو. آ برو کله برو.
ارسالش کن. بابا بمیری، بابا بمیری، فهمیدن همه. بازم کردی من؟ به خدا فوروارد به گاوی این نیدم من. منسیتی توی جدول 12 هم شده بود و بازی بعدیش با فولامی بود که 14 هم بود. حالا وضعیتش بد بود و افسرده شده بود. اما باید هر جو شده برمیگشت. چه زمینیه بابا، لوت کن. بده دیگه، بده بابا، بده. بدون آفساید، بدون آفساید، بدون آفساید نه. بسانت. توی دروازه. گل. اه، چی شد؟ آفساید شد. بابا الان چه واسه چی به من پاس دادی الان آخه؟ بده برم، بده برم. بلند بده، بلند بده. عالی عالی عالی. بیان جلو، بیان جلو ببینم. یا علی این چه حرکت استثنایی بود زدی؟ را بنده منو. حالا نگرش دار. حالا شوت کن، شوت کن، شوت کن، شوت کن. نه! شوت کن. هالند توی دروازه است دیگه این بار. مرد عنکبوتی. حالا بارکلا. حالا اینجا رو نکن شما. شما اینجا رو نکن. بابا بودو دیگه فهمیدن همه. ارسال کن. گاو. دوستان هماهنگ کنین، میخواین به من پاس بدین. یه دفعه به من پاس میدین من هنگ میکنم. بده من، بده دیگه. کسافت. برو. بس کن. من تا اینجا اومدم تو پاس گرفتم یه دهم به اضافه کردی نمره، دارم میمیرم. نمیتونم بودم من. آفساید، آفساید بابا، آفساید. بابا دیگه دیرداری دیر میدی. خدایی من رفته بودم. بابا اینا دیر پاس میدن، وگرنه من رفتم کارو تمام کردم. ارلینگ هالند با تکلی که میزنه بهترین بازیکن زمین میشه و تیمشو به برد میرسونه. به اولین بازی چمپیونز لیگ با لایپزیگ رسیده بودیم، اما ارلینگ هالند تو نبود و منچستر 2-1 باخت. یادداشت سری به شما اطلاع میداد که اکنون تعلیق خود را سپاری کرده ای. شما دوباره برای انتخاب در دسترس هستید. تو خوردی من باشی تو تعلیق. آتیشان حالا که باختین من از تو تعلیق در اومدم ها. انسیتی توی جدول دهم شده بود، اما دوباره باید با آرسنال بازی میکرد که یک بار جلوش باخته بود. پس باز دوباره ارلینگ هالند تمرینای سخت خوشش خودش رو انجام داد تا به بازی برسه. تیم متحد شده بود تا این بار آرسنال رو ببره و ارلینگ هالند نکات چوب بقیه بازیکن‌ها گوش زد کرد. وای زمانم شما کاری نمیتونی بکنی که بده من. بزن هالند. هالند شوت ها میزنه، این بار دیگه گله. شادی گل جذاب خودش رو انجام میده توی دروازه. بیا بگیرادش، بیا بگیرادش. بریم 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 بریم. بده من، بده من، بده من. راه بنده منو. تو رخ. پرسش کن، پرسش کن، پرسش کن، پرسش کن، پرسش کن، پرسش کن. برو 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 برو. لب خطو بگیر، لب خطو بگیر، لب خطو بگیر. میرسم، 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 میرسم. ای وای رسیدم. چرا رسیدم؟ میرسه ارلینگ هالند. میخواد شوتش انجام بده. شوت هالند بیرونه. وای خدایا، وای خدایا. دفاع ما کجا؟ رو دیگر بودیم. دفاع اینا کجا؟ وای وای وای، گل خوردیم. بده دیگه، بده برم. برو هالند. هالند گازشو بگیر. هالند شوت تو بزن از همون جا. نمیره کورنر. پاس بده عقب. ارسال کن. بزن بزن. هالند، هالند توی دروازه است. هالند نمره که دهو میگیره. بعد از تعلیقی که گواردیولا بهش داده بود میاد میزنه تو گوش گواردیولا. با دو تا گلی که زد باعث میشه که آرسنال ببازه و منسیتی نبازه. تمام. منسیتی با دو گل هالند بازی رو میبره و هالند بهترین بازیکن زمین میشه. هر سه رو تیک زدم مثبت 25. به بازی دربی رسیده بودیم. توی جدول نهم بودیم، اما تیمی که باهاش بازی داشتیم صدر جدول بود. این بار هم تیمو دست گرفته بود تا بتونه مثل بازی پیش برنده بیرون بیان. توی این بازی خیلی جالبه که آقای گواردیولا نمره 8.5 ازم خواسته و گفته که فقط دو تا شوت چارچوبشون بزن، یعنی قشنگ معلومه میخواد دفاعی کار کنه. ولی من این کارو اجازه نمیدم. اجازه این کار رو من نمیدم به آقای گواردیولا که دفاعی بخواد کار کنه. غلط کردی، تو دفاعی میخوای کار کنی. وای 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 وای. برسم، برسم، گلش کنم، گلش کنم، گلش کنم، گلش کنم. توی دروازه است ارلینگ هالند. فقط هوش، فقط هوش فورواردی، فقط هوش. حالا هالند اومده تا تیم گواردیولا رو نجات بده. بریم بریم بریم. میرن خودشون، میگیرن خودشون، میگیرن. ای بده 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 بده. همون شوت، همون شوت توی دروازه، توی دروازه. نمره 9 و 6 رو گرفتم از گواردیولا. بله نمره 9 و 6 رو گرفتم. کی فکرشو میکرد من سیتی دهم جدولی بتونه صدر جدول رو ببره. سونا عزیز یه دونه ارسال بکنی من هتریک کنم. تو رو خدا، تو رو خدا، تو رو خدا. واک وای، مگه میشه؟ تو لبه خط توپو در آورد. بله برای ارلینگ هالند بهترین بازیکن زمین میشه و صدر جدول رو شکست میده. حاجی بالون دور؟ بالون دور رو به کی میخوایم بدین؟ به من نمیدن، به من نمیدن. مطمئنم به من نمیدن حاجی.
ارلینگ هالند توپ طلا رو بردم. من تازه خوب بازی نکردم، توپ طلا رو بردم. اولین باریه که توی FC24 اصلا داره میزنه رو میبینم. اگه مسی نبودش کاندیدا، باورم نمیشه. اوورال من به 92 رسید. اصلا باور وای اسکرین شات بگیرم. من واقعا از آنچه اخیرا از شما دیدم نامیتونم، مطمئن نیستم در حال حاضر بتونم روی تو به عنوان عضوی از تیم حساب کنم. بله با احترام پپ، منم با احترام 6 تا گل به خودی وایس. بده من با احترام ارلینگ هالند. با احترام باشین دوستان، برو کنار. من دلم واسه گواردیولا میسوزه بنده خدا، ولی میرم الان واسه گل میزنم. بیا دلم واسه زوق گل دادم. میبینی چقدر من فوروارد خوبیم، فقط واسم ادبت بکنم. بده برم برو گمشونار دنبال من نمیای. شوت کن هالند، اینم واسه تو، اینم تقدیم به گواردیولا. برو گازشو بگی دارم میام. گمشو کنار جلو پایین. بشوت بره تو گل. مرسی دمت گرم که پاسی دادی بهم. هتریک هالند. ایمادیه. اینم تموم. پوکر هالند 4-1. کاملا ازم راضی بودم. مصاد 25 و یه گل به خودی و دیگه فصل تموم شد. ما قهرمان لیگ جزیره شدیم، ولی متاسفانه چمپیونز لیگ توی یک هشتم مقابل اتلتیکو از دست دادیم و من با 17 تا گل تونستم توپ طلا رو به دست بیارم. اگه از این ویدیو لذت بردید حتما این دو تا ویدیو هم ببینید مرتبط با این. دمتون گرم، خدا نگهدار.